دیدی بالاخره بیدارش کردی. به به دخمل بابا بیدار شده، گشنت شده بابا جو. بیا الان برم شیر کتی خانم رو حاضر کنم، وگرنه خونه رو میذاره رو سرش. بخواب بخواب بابا همین الان. بذار ببینم بابا بوی چی میاد. بو داده بیداد نهارم رو سخت. بگیر بابا. زغال شد بابا، نهارمون سوخت. نتیجه بازی کردن همینه دیگه، سوخت. بفرما بابا، دیگه نهار نداریم. نمیبینی سوخت؟ بذار اقلا شیر بچه رو اومده کنم. بابا من گشنمه. منم گشنمه. دندور جیر بذار. شفری تو کجا گذاشته؟ بیا بابا. چجوریه؟ بابا جیش دارم. نمیتونی دقیقه نگرش داری؟ چیش دارم بابا؟ نمیبینی کار دارم؟ نگرش دارم. نمیشه. نه ترس، نمیمیری. محالی یه چیزی رو یه جایی بکنم بابا بتونه پیداش کنم. محالی چه سر جاش نیست؟ زنگ میزنن بابا، مامان چینم اومد. سرما میخوری بابا؟ پس مامان جون کو؟ چه میدونم سرما. قبض اون بالا. ممنون. خواهش میکنم. بابا چیش دارم؟ بودو زود باش. بودو بابا، فقط دو تا تخمه مرغ داریم. نون چی؟ نون؟ آره. چی شد؟ بالاخره نون داریم یا نه؟ داریم بابا جون. ببینم خیلی گوش داده بذارم. آره. تو بلدی به کتی شیر؟ آره بابا. ببینم تا تو به خواهرت شیر بدی، بابا میره نهار حاضر میکنه که با هم دیگه بشینیم و بخوریم. به شرطی که با نون خودتو سیر نکنی بذارم. باشه. بش بده. بیا. بگی. بخور دیگه. Thank you.
جونمو میخوام. پسرم چرا امشب خواب زده شدی؟ برو تو اتاق بابا جان، برو عکسای مامان بزرگ و عمه رو تماشا کن. بابا که اومد همه رو واسش تعریف کن. باشه؟ برو بابا جان. دایی جون، عمه جون، مامان بزرگ، اینم خودم، اینم مامان جونم. اینقدر به گوشمون خوندن، اینقدر مثل سگ و گربه ما رو به جون هم انداختن تا بالاخره کشوندنمون پای میز طلاق. کین. بله. اطمینان دارین که میتونین بچه ها رو خودتون بزرگید؟ بله، من با اجازه بدین. اجازه بدین. روی مسئله به توافق رسیدیم. اینم رضایت‌نامه که نوشته و امضا کرده. شهودم حاضرن. بفرمایید. بله. با این همه برای آخرین بار به هر دوی شما توصیه میکنم به خاطر بچه هاتونم که شده اختلافاتتون رو کنار بذارید و برگردید سر خود. تو همینجاشم که باش زندگی کردم واسه هفت پشتم بسته، مثل سگ پشیمون. کجاش دیدی از این پشیمونترم میشی؟ منتها دیگه راه برگشتی وجود نداره خانم. اگه میخواستم برگردم که ازت جدا نمیشده. من دارم تو رو طلاق میدم، اینو باش. تو؟ من دارم از شرت خلاص میشم. زودتر لطف کن تا پشیمون نشدی امضاش کن. پس چی که امضا میکنم؟ مگه پشت گوشتو ببینی که دیگه منو تو اون خونه ببینی؟ برگردیم دیگه رات نمیدم، خاطر جمع باش. آی، نمیبینی پشت چشام که تو وامونده واسه برگشتم به اون هلفتونی؟ خواهیم دید. خواهیم دید. آقا تو رو خدا زودتر من از دست این موجود نجات بدین، جا سکته نکردم. متاسف. پس اینجا رو امضا کن. مگه صبحونت نمیخوری؟ لباسامو بپوشم الان میام. سلام. سلام. به نظرم یکم سفت شده باشه. اگه اصلی نیست بذار باشه واسه فریده. وا، مگه میخوای دل تو اداره ضعف بره؟ تازه با حال و روزگاری که اون داره فکر نکنم بتونه اصلا لب به این چیزا بزنه. همچی از اشتها افتاده که انگار شکم نداره. بیدار نشده؟ گیرم تا لنگ زور بخوابه. بچه‌م از هفت دولت دیگه آزاده. نه غصه جارو پارو کردن داره، نه غم پخت و پز. بچه هاشم نیستن که به سلابش بکشن. والا منم اگه جای اون بودم همین کارو میکردم. اون نمکو بده من. اگه عقل داشته باشه تو یه هفته اصلا از جاش تکون نباید بخوره، بلکه جون بگیر. نگاه نداره. قافلتون خراب شده چه جونی کن؟ کوه رفت کاه بیرون اومد. چه ته؟ چه خبرته؟ بیا. با صفحه کیو گذاشتی؟ بله.
بچه‌ای تو بخور، تو کار بزرگترام دخالت نکن. تقصیر گوشامه، به من چی که میشنفم؟ پنبه توش کن. مگه شیرین نمیخوری؟ میشه یه لقمه واسط بگیرم تو راه بخور. نه ورزش داریم، نمیخوام سنگین بشم. خدافظ شما. میبینی از هول دنبال توپ دویدن از خوردن از آقا جون خبری نشد؟ نه مثلا قهر کردی، دلش به حال دخترش که برگشت خونه خودش خیلی آتیش گرفته. دوستی خاله خرسه همچین. باید خدا رو شکر کنه که تونسته خودشو آزاد کنه. تازه حالاست که میفهمه زندگی کردن یعنی چی. هر وقت میرفتم خونشون دریغ از یه هل پوک، همیشه خدا یخچالشون خالی بود. آخه با چندر قاسوق که پول سیگارم نمیشه چطور میشه زندگی کرد؟ نگو مادر، آتیش رو دلم نذار. خدا به سر شاهد، هر وقت حرفشو میزنم دل خودم هم آتیش میگیره. دست خودم نیست، خواهرمه. میدونم مادر. تو اون یه غربیل جا اینقدر هرس و جوش خورد و اینقدر گشنگی کشید که خودشو پاک پیر کرد، در حالی که بنده خدا هنوز سنی ازش نگذشته. بالای 30 نه؟ این حرفا چیه؟ حواست کجاست؟ بچه‌م هنوز 25ش هم تموم نشده. آقات پشت قرآن نوشته. میخوای برم بیارم؟ وا ننه، چرا به این زودی بلند شدی؟ تا لنگ زورم میخوابیدی سماور اینجا واسه خودش قلقل میجوشید. والا تا بیام عادت کنم خب کلی طول میکشه. این روزا رو قدر بدون، اینقدر باید بخوابی و به خودت برسی تا بتونی تلافی اون زندون رو در بیاری. حالا بگو ببینم دیشب همچی راحت و آسوده خوابیدی یا نه؟ ای دیگه ای نداره تو هم، وقتی هیچ فکر و خیالی و مسئولیتی نداری چرا نباید خوب خوابیده باشی؟ راست میگه دیگه مادر. والا خیلی دلم میخواست که هیچ فکر و خیالی نداشتم و سرمو که میذاشتم رو بالش میشدم سنگ. اما تا خود صبح همین که پلکام اومد بیفته رو هم، جفت بچه هم جلوی چشم سبز شدن و منو میخواستن. خرش میترسم چایی تو بریزی. یه دقیقه صبر کن، بده من برات هم بزن. بیا بخور که خوب سیر بشه. دم به ساعت نگی گشنمه گشنمه. مامانم میاد. آره مامان چینم اومد بابا. کجا سرما میخوری؟ وایسا. اگه گفتی داری واسه چی آورده؟ الان میگم. بادکنک. اونم قرمز. دست درد نکنه دایی. سلام. سلام. حالا چطوره؟ خوبی؟ ممنونه. بیا بده من دست. حالا چطوره؟ کی؟ آقا جونت. نمیدونم. آخه دیشب نیومد خونه. چرا؟ گمونم با عزیزم قهر کرده. سر چی؟ اینجوری فشارش نده میتونه که. پرسیدم سر چی قهر کرده؟ سر همین جریان دیگه. آقا جونم این من راضی نبود که آبجی فریده طلاق بگیره. جایی جون ماما فریده کجاست؟ اگه گرفتیش اگه بگیری دیگه یکی دیگه واسط میخره. زود باش بگیرش. زود باش دیگه تن بخواه. موزمش نکره که نهی جون. بگیره. ایار 18 است؟ بله. کاغذ خریدش خدمتتونه؟ بله. بفرم.
بگیری دایی جون. الان میگیرم. بدش من. دیدی؟ بپا. سلام بابا. بابا جون چی واسم خریدی؟ ببین کدی جون که بابا جون من دوست داری برات خریدم. بیا. دست درد نکنه. این شیکمو چی دوست نداره؟ به دایی نمیدی؟ نه. باشه، اگه دایی دیگه واسه بادکنک خرید؟ دروغکی گفتم دایی جون. بیا. قربون محبتتون این وجبی شیکمو. دایی نمیخواد، جونتو شوخی کردم. خوش اومد. خوب سرشونو گرم کرده. بابا جون واسه کتی چی خریدی؟ آه یه قوطی شیر گرفتم که بخور و اینقدر دیگه گریه نکنم. حالی بخور دایی. بیا چه خانوم شده. بیا مالتو خوشگله. با عذیت که نکن. نه نارو که با ما میخوری. آره چی داری؟ والا خودم هم نمیدونم. بالاخره یه شلم شوربایی سر هم میکنه. ببینم دل واپست که نمیشن. چه خوشگله. گفتم که ورزش داری. به مادرت گفتی یا به همشون؟ گفتی که میای اینجا؟ نه، اما جوری گفتم که اگه ناهارم نرم خونه دلشون شور نمیزنه. بیا. بیا. بده من میرم. بیا بغرم. بین 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 تو چی میگیدی که بین کجا؟ پس این زرچی برای کجا گذاشتی فریده؟ خانده ببینم اگه زردچوبه نباشه چی جاش به غذا میزنن که همون مزه رو بده؟ والا آشپزی کار زن خونه است. من اصلا از این کارا سر در نمیارم. اگه میخواستی بسوزونیش فکر میکنم حسابی جزقاده شده. بابا جون باز قصمون سوخ. برش ببینم. زد تو چشم. بیار لباسو تو تنش کنیم بریم بیرون غذا بخوریم. بیا لباسو تو تنت کنم. باشه بیا بریم. چه زنی برم لباسو همه چی رو خراب کرد و گذاشت و رفت. مامان جون تو فهمیدم سر قبر من چی نمیدونم وقتی را بردی تو هم؟ بذار ببینم میتونم کارامو تموم کنم یا نه. این صاحب مرده همین یه لنگه هست؟ نه خیر یه لنگه دیگه هم داره همونجور که سرکار دوتا پا داری. باز چش بسته غیب گفتی؟ اگه یه لنگه دیگه داره پس کو؟ حالا چرا داد میزنی؟ من کی داد زدم؟ به جای داد و بیداد بگرد پیداش کن. صد دفعه همه جا رو زیر رو کردم. هر روز که از کار برمیگردم میذارمش همینجا. اما نیست. الان غیب زده. خدا. اگه میذاشتی همونجا پس حتما همونجا هم هست. چشماتو خوب وا کن. حتما پیداش میکنی. که هرچی میگردم نیست. اینجا شطور با بارش گم میشه خانم. از شلختگی خودت آقا. کمد سرکار نه من. خروس بی محل خدا منو کشه الهی. دوره تو بچه رسیده؟ این دیگه به تو مربوط نیست. پس به کی مربوطه؟ ها؟ لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. ببین یه مهمونی می‌خوایم بریم ما. همه رو دم خورشید داری کباب می‌کنه. تو بگم. بیا. بیا من خودم برات پیدا می‌کنم. بیا. اقلا یه اتو به پیرنم بکش که بشه تنم کنم. حالا کی در بند اتوه که تو باشی؟ ده با یه لنگه جوراب پیرن اتو نکرده که نمیشه رفت مهمونی خانم. پیرنت هم من باید اتو کنم؟ بله؟ اگه بنا باشه همه کارا رو خودم بکنم پس بفرمایید سرکار خانم اینجا چی کارن؟
لابد از فردام اتاقو من باید جارو کنم. گیرم که بکنی، مگه ازت کم میاد؟ نه. تو توقع داری با دو تا بچه قد و نیم قد پیرنت هم من رو تو کنم؟ بابا تو خیلی سنگ پایی والا. ایوا با دو تا بچه نقنقو توقع داری به اتوی لباستم من برسم؟ مگه کلفت آوردی؟ مگه تو نوکر آوردی؟ مادرم چهار تا بچه بزرگ کرد، نه کلفت داشت نه. اگه کلفت نوکر نداشت زبون پدر خدا بیامرزت هم اینقدر سرش دراز نبود. آخ که چقدرم زبون من سر تو بلنده. یه خدا اگه مرد دیگه جای من بود همین الان کوبنده بود تو مرد. آه 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 آه. دیدی بالاخره ترکوندیش؟ باید من سفری بدی. یالا زود باش. ببینی بکن چی کارش کردی؟ خودت ترکوندیش. نه تو ترکوندی. دایی جون داریم میریم پیش مامان جونم. میخوام بریم دایی جون نهار بخوریم. هنوز پیداش نکردی؟ این تو انقدر آتشخال تلمبار شده که چی پیدا نیست. بیا اینه تنش کن من برم اون یکی رو آمد. بیا پایین ببینم. بیا سلام. سلام. این دو شبه کجا بودی؟ قبرستون. پس بگو رفته بودی خونه خواهرت. فریده کجاست؟ ها؟ رفته کلاس خیاطی اسم بنویسه. از منوچهر خبری نشو؟ میخوام صد سال سیام ازش خبری نشه. گور پدرشم کرده. حالا مگه بنا بود ازش خبری بشه که بیخود چشماتو واسم اینجوری میکنی؟ حالا چی بگم؟ فقط میدونم دختره بدبختو از شوهرش جدا کردین و آوردینش اینجا که مثل خواهر بزرگش ترشی بندازی. نکنه میخوای همه تقصیرها رو بندازی گردن من؟ رو برم. کی مجبورش کرد طلاق بگیره؟ من یا تو؟ وا توقع داشتی پسره هر بلایی دلش میخواست سر جیگرگوشم بیاره و من لام تا کام حرف نزنم؟ یکی از اون بلاها رو که میخواست سر جیگرگوشت بیاره ده بگو تا منم بدونم آخه. حیف که حوصله ندارم دهن به دهنت بذارم، وگرنه یکی یکی کاراشو واسط میشمردم که دهنت از تعجب وا بشه. ده آخه یکی از اون کاراشو بگو تا ببینم دهنم چجوری از تعجب وا میشه. تو اگه عقل داشتی از همون روز اول که دست رو دخترت دراز کرد باید همچی دو بامبی میزدی تو مغزش که ده. نظر بگم ده، دهنم رو وا نکن، ده تمومش کن دیگه. آخه واسه یه دست بلند کردن؟ نه خیر، واسه خرجی ندادن، واسه بد دهنی کردن، واسه یه لونه ای که از خودش نداره. همه اینایی که شمردی چیزایی هن که هر زن و شوهری اول زندگیشون باهاش درگیرن. یه دقیقه به هم میپرن، یه دقیقه دیگه همدیگه رو تو طبق میذارن و حلوا حلوا میکنن. آخه به من و تو چه که آتیش بیاره معرکه بشه؟ بازم که تو رو خدا اینقدر از چیزی که تموم شده و رفته پیکارش حرف نزنی. همینو بگو. سلام. سلام. ببینم اسمتو نوشتی یا نه؟ آره با هزار مکافات. وا پولم بده منتم بکش. آخه میگفتن وسط ساله، چه میدونم میگفتن اینجوریه اونجوریه، اینقدر زبون ریختم به خدا مردم تا بالاخره اسممو نوشتم. تو رو خدا. آره. به سلامتی از کی باید بری سر کلاس؟ از همین امروز بعد از ظهر. چه خوب. اون چیه زیر بغلت؟ این پارچه است، سر را که داشتم میومدم خریدم. میخوام وقتی که بیکارم یه چیزی ازش ببرم و واسه خودم بدوزم. متری چند؟ والا با هزار چک و چونه زدم بالاخره 55 تومن و 5000. دیگه 5000ش چیه؟ چه میدونم، میگفت همین 5000ش واسش میمونه. آره اروای باباش، شور که نمیره. فکر نکنه. مبارکت باشه. ببین فریده، نهارت سر گازه، ماست و سبزی خوردنم تو یخچاله. باش. ببین ها، یه قاشق چایی دم کن که دارم از خستگی وا میرم. خیلی خوب. آخه کلاس بره که چی بشه؟ خیاط. اینم از اون کاراستا. آدم لقمه رو اینجوری بذاره تو دهنش، بعد دوتا بچه که پس انداخته تازه بره کلاس خیاطی؟ فا اگه دخت و دوز یاد بگیره بده. کاش اون موقع که دختر بود عقلت به این چیزا قد داده بود. حالاشم دیر نشده. زن دست از لجبازیت بردار،
بذار دختره بره سر خونه زندگیش. مردم دامادشون هزار عیب و ایراد دارن دم نمیزنن. چرا بی خود و بی جهت جوونه به اون نجیبی و سربزیری رو از چشم دختره انداختی؟ داردار همه جا خود میذاری ببینم چه غلطی میکنم یا نه. استغفر الله، دست این مرد نمیدونم چی کار بکنم. خدا ازتون نگذره. معلوم نیست بنده خدا با دو تا بچه فسقلی اونم دست تنها چه خاکی به سرش میریزه. بخور فس بابا، بخور بخور. دهنتو باز کن. تو که از زور تا حالا لب به چیزی نزدی، دهنتو باز کن بچه. بابا جون، بابا مامان کجا رفته؟ میذاری ببینم چی کار میکنم یا نه؟ بفس بخو بابا، بخو بابا، بارکن دیگه نمیادش. بازی تو بکن. میذاری به خواهرت قضا بدم؟ بیا باز کن دردو، باز کن یک کوچولو دیگه، باز کن. چطه؟ آخه داری میریزه بابا. باز تا دیدی دستم بنده جیشت گرفت؟ لعنت بر این زندگی. بودو تا بابام بیاد. بودو پسرم، دیگه واسه خودت مردی شدی. جیشت که تموم شد بابا رو صدا کن. من بابا واسه که میگی بابا؟ مگه نمیدونی دارم به خواهرت پوفا میدم؟ بس کنم یک کچولی دیگه، بس کنم. بخورم چرا دستت اینقدر داغه؟ اگه مریض بشی بابا دستم چه خاکی به سرش بریزی؟ بابا جیشم تموم شد. اومدم چه زندگی من رو درست کرده. خدا بگم چی کارت کنه سر. بابا بیا دیگه بابا. چیزی نیست، یه خود لم گرفت. بیخود تو که به این خوبی خیاطی میکنی دیگه کلاس رفتن چیه؟ واسه سرگرمی، واسه این که نفهمم روزا چجوری میگذره. وقتی رو که باید به بچه ها تو به شوهرت هیچیش نیست، بی خود لوسش نکنی، فقط از خستگیه. دکترم شده بچه‌م، اینقدر اون لونه خراب شده پیسی کشیده که حالا باید تا اون پس بده. خدا میدونه اون گردن شکسته چی به روزش آورده که تو خونه ی باباشم ولکنش نیست. تو اون خونه از بس کنیزی کرده انگار اینجا مجبورش کردن هی کار کنه. خواهرت راست میگه، مگه روز به اون بلندی رو ازت گرفتن که حالا چسبیدی به پیرن دوختن؟ پاشو بریم دخترم، پاشو بریم تو اتاق تلویزیون بریم، پاشو بریم. شما برین، من اینا رو جمع میکنم میام. اینا تو چه فکری هن؟ آبجیم تو چه فکریه؟ از همه چی میگن الا حقیقت. خدا میدونه چی داره به تو میگه. دوری بچه ها، دوری شوهرت، دوری خون زندگی. این هم که میگم مرغ فقط یه پا داره. شما بریم، پدر من میام.
دخترم دلت گرفته بود، دلت هوای بچه ها تو کرده بود. فقط صداشو کم کن. مطمئن با شوهرت هم حال و روزگار تو رو داره. همینجا باش بابا، همینجا باش. مواظب خواهرت باش تا من برگردم. بابا، بابا منم میخوام بیام. خمان از دست تو که به دوم من گره خوردی، چته؟ بیا، دست بده من. تنت کن، این یکی ها محتله کن، بردا بری، بیا. تو همینجا بایس، خب؟ سلام، میبخشید این موقع شب مزاحمتون شدم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ دخترم داره از دست میره، میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه منو به یه دکتری مریض خونه اینجایی برسونین. چه شده؟ نمیدونم، حالش خیلی بده. خدا مرگم بده، ما داریم میریم مهمونی خونه دخترم. خانم مهمونی چیه؟ گرفتاری همسایه‌مون واجب تره. تا شما بچه رو بیارین ماشین حاضره. نشدی آخه، چقدر قدم میزنی؟ خیال میکنی تنها خودت پدری؟ ما هم بچه بزرگ کردیم، از این اتفاقات برای همه میفته، دنیا که زیر رو نشده. اگه چند روز پیش بود ایرادی نداشت، اما حالا همه ترسم اینه که اگه خدایی نکرده بچم طوری بشه، خونواده زنم تو قبرم راحتم نمیذار. آخه اتفاقی نیفتاده که مثل خور خودتو میخوری؟ دکترم قول داده که چیز مهمی نیست. بیا بشین، خسته شدی. خدا کنه بچم خوب شه. آدم هم پدر باشه هم مادر، خیلی سخت. بخواب بیا بده. شکر خدا حالش خوب شده، دکتر اجازه داد یه ساعت دیگه ببریمش خونه. دیدی پدر جان، شما هم دیگه اخماتون رو وا کنی، دخترتون خوبه خوبه. بخواب جونم بخواب. چه فکری؟ آره میدونم چه حالی داری، زندگی همینه دیگه، یکم سربالایی یکم سرپایینی، یکم چاله چوله و دست انداز. فعلا مولا ما که همش سربالایی.
راستش دیگه به روغن سوزی افتادم. جان ازنم خیلیه. اگه صبر داشته باشیم به سرازیریشم میرسین انشالله. دیگه چه وقت؟ آه نشد. اگه تو این سن و سالو با اولین بد بیاری بخوای اینجوری جا بزنی نه جا بزنه چیه؟ با داشتن زن و دوتا بچه مگه میشه آدم جا بزنه؟ تکلیف اینا چی میشه؟ این طفل معصوما باید بزرگ بشن، تربیت بشن. مسئولیت اینا به گردن کیه؟ بنده یه سراپا تقصیر. چه نقشه‌ای داری؟ چه نقشه‌ای میخواین داشته باشم؟ خب باید یه فکر و نقشه‌ای داشته باشی. با این دوتا بچه که حسابی دست و پاتو بستن نمیتونه همینجوری بیخیال بشینی. والا فکر نمیکردم اینجور دست و پا گیر بشم. معلومه، شرط میبندم شما اصلا نفهمیدین چه وقت و چطوری به این سن و سال رسیدم. خدا وکیلی همینه که شما میگین. اصلا نفهمیدم کی بزرگ شدم. برای اینکه همه سختی‌ها به گردن یکی دیگه بوده، فرید خانم. میگم هیچ به فکرش نیفتادی که دوباره با خانومه داشتی بود. حرفشم نزنید. صبر کن بذار حرفم تموم بشه، اون وقت بود تو حرفم. میبخشیدا، فعلا فقط تو فکر اینم که بلکه بتونم دست بالم و یه جایی بند کنم. کار که فراونه، اما حرف من سر بچه هاست. تکلیف اینا چی میشه؟ حقیقتش این خر تو گل واموندم. میگم چرا یه مدتی نمیذارینشون پیش مادرتون؟ میخوام اما روم نمیشه. چرا؟ خواهر مادرم از جدایی ما خبر ندارن. یعنی تو این مدت مادرتون نمیدونسته چه بلایی سرتون اومده؟ به حرف زن رفتن آخر عاقبتش همینه دیگه. زنم همیشه میگفت اونا نمیذارن ما زندگی کنیم. منم واسه اینکه بهانه به دستش ندم به کل پامو از خونه مادرم بریدم، اما این کارم درست نه. معلومه، برای اینکه کار درستی نکردین شما. بله حالا میفهمم، اما اون موقع برای اینکه لنگی زندگیمو بگیرم به هر کاری که عقلم میرسید یا زنم پیشنهاد میکرد دست میزدم. میبخشینا، به نظر من جفتتون اشتباه کردین. هم فرید خانم که اون حرفو زده، هم شما که به حرفش عمل کردین و خونه مادرتون نرفتین. حق با شماست، به خاطر همینم حالا پام پیش نمیره و نمیتونم دیگه تو روی مادرم نگاه کنم. مادرها رو شما نشناختی، اینقدر گذشت دارن که اون سرش ناپیداست. به عقیده من این مسئله زیاد مهم نیست. فعلا باید کاری کرد که بتونی درآمدی داشته باشی. قدم اولش اینه که بچه ها رو بذاریم پیش مادر. قدم دومش اینه که ببینیم چه کاری با به دندونت. هر کاری، حالا دیگه حاضرم عملگی هم بکنم. بیکار نباشه. همین که از دماغ فیل نیفتادی و کارو اب نمیدونی خودش نعمتیه. توکل به خدا کن همه چی درست میشه. ایوا فرید خانم صبر کن ببینم. سلام. سلام، چه عجب، بگو ببینم حال روزه چطوره مادر؟ به لطف شما، ای بد نیستم. بچه ها چطورن؟ ببینم از پیش اونا میان؟ نه خیر، ازشون اصلا خبر ندارم. ایوا اصلا؟ آخه اینقدر غم به صورتته که من فکر کردم از پیش اونا میان. گفتم که اصلا ازشون خبری ندارم. پس تو این مدت یه توک پام نرفتی سراغشون؟ وقت نشده که برم. وا نشد برم چیه؟ سر و شکل تو تازگی ها تو آینه دیدی؟ رنگت شده عین اون میه. حیف نبود شوهر به اون خوبی و بچه های مثل دست گلتو ندید بگیری و خودتو به این شکل و شمایل در بیاری. ببین اگه یه وقت رود نمیشه مادر، من خودم حاضرم پا پیش بذارم و بری سر خونه زندگی تو. رقیه خانوم، اجازه بدین درباره زندگیم خودم تصمیم بگیرم. خدا حافظ شما. دست خدا به همراهت. سلام. ببینم اتفاقی افتاده؟ همچین قیافه گرفتی انگار با زمین و زمان قهری. نه اتفاقی افتاده نه با کسی قهرم. چرا؟ یه چیزی شده که اینجور قیافه گرفتی؟ چیزیم نیست به خدا. نکنه با کسی حرفت شده؟ یا اینکه نمیدونم، مردم کار و زندگی ندارن، همینجور چهار چشمی مواظبم ببینن آدم کجا میره از کجا میاد چیکار میکنه. از کی حرف میزنی؟
همین رقیه خانم دیگه، انگار کلانتر محله. نشد یه دفعه منو ببینه و نخواد زیر زبونمو بکشه. خدا مرگم بده. دیدی از اون چه که میترسیدم سرم اومد. نفهمیدم از چی میترسیدی؟ از اینکه یه شب خونه نیای و زبون در همسایه رو رومون وا کنی. اولا دیشب خونه خاله اشرف بودم، دوما به در همسایه چه مربوطه که من کجا میرم و چی کار میکنم؟ مگه نشنفتی که میگن در دروازه رو میشه بس اما در دهن مردم رو نمیشه؟ در دهن مردم اگه نمیشه بس، در دهن آدم فضول و خیلی خوبم میشه بس. او چته؟ چه خبرته؟ سلام. چرا مثل خروس جنگی به جون هم افتادین؟ چرا یهو این رون رو شد؟ ببینم تو که چیزی بهش نگفتی. من فقط گفتم خوب نیست شب بیرون بمونه. خانم همچی بهش برخورد که بیا و ببین. خب مگه دیشب خونه خالش نبوده؟ خودشم همینو میگه. مگه خونه خاله اشرف رفتن عیب و ایرادی داره که کسی بخواد لغز بخونه؟ حالا خوبه که حرفو به صاحب حرف میزنن. اگه به کوکب خانم میگفتن چی میشد؟ الان نصف دنیا با خبر شده بودن. غلط میکنن برای دخترم حرف در بیارن. طلاک پاکه چه منتش به خاکه. همینو بگو. یه تو هم گاهی وقتا عقلت فرسنگ بر میداره. عوض اینکه پشتی خواهرت در بیای میری همدست اونا میشی. من یه موی گندیده خواهرمو نمیدم به صد تا اونجور آدم. منتها نمیدونم چرا خواهرم حرفای منو بد میفهمه. انگار تازگی ها یکم کج خیال شده. خیال میکنی؟ خیال؟ من که خواهر بزرگترم جرأت اینکه نیم ساعت دیرتر بیام خونه رو در خودم نمیبینم. چه برسه به اینکه اصلا شب نیام. آتیش به جون گرفته. دختره خونه خالش بوده. تو چرا میخوای شهر بپا کنی؟ مردم از دست شماها. با کجا؟ با تو هم دختر؟ میگم نکنه دیشب با دختر خالش بگو نگو کرده. آخه هیچ وقت اینجور گرفته و تو هم نبود. ندیدی چطوری چپی تو اتاقشو در رو به هم زد؟ چه میدونم، شایدم همینجوری که میگی. از اون دختره خودخواه و حسود هرچی بگی برمیاد. عزیز من نهار نمیام. با روز جمعه کجا شال و کلا کردی؟ لازم نکردی. یه روز جمعه هم که تعطیله، بذار راحت نفس بکش و جولون بده. شما که آخه بشینه ور دل من و تو و خواهرت که چی بگه. برو. قربونت دارم. خدافظ. بفو. بابا جون کجا داری میری؟ میریم خونه مادر تو. ببینم تو مادر بودو بی دوست داری؟ همونی که برات ماشین خریده بود یادته؟ آره ماشین قرمزه رو میگی؟ آره همون که سر دو روز درب و داغونش کردی. حالا یادت اومد؟ سب کن ببینم خونه هستن یا نه. سلام مادر. سلام. چه عجب یاد مادرت افتادی. حتما راه تو گم کردی نه؟ نگفتی این همه مدت مردیم زنده ایم؟ آدم بچه بزرگ کنه اینم آخر عاقبتش بشه یه غریبه. چرا نمیای تو؟ حتما باید تعارفت کنم. بچه ببینم. ایوا کیوان جون قربونت برم انشالله مادر. بیا تو. سلام. سلام به رو ماهت. بیا. آخه قربونت برم. ماشالله چه بزرگ شده. الهی مادر دورت بگرده. پس فریده کو؟ مامان فریده مرده. ها؟ این بچه چرا باید این حرفو بزنه؟ کیوان پسرم آدم هیچ فقط این حرفای بد نمیزنه. خب بارکم.
حالا اگه به من گفتی چی به سر فریده اومدی؟ ننه نصف العمر شدم. ننه بابا چه شدی؟ بعد چند ماه هم که اومده به من سر بزنه عقلشو خونه جا بزرشتی. خیاله بعد به سرتون نزنه مادر. مامان فریده نیست. فریده نیست یعنی چی؟ نکنه خدایی نکردی؟ آخه پس چی شدی؟ میخوای از قصه پس بیفتم؟ مدتی که از هم جدا شده. خدا مرگم بده. چرا؟ چه میدونم. پس اون یکی کجاست؟ اسمش چی بود؟ دخترتو میگم. کتی؟ گذاشتمش خونه همسایه. این عکس ها بهتره دیگه از اینجا بردارین مادر. وا مگه کف دستم رو بو کرده بودم؟ تو چیت به آدمیزاد رفته؟ اون از زن گرفتنت، اینم از زن طلاق دادنت. بابا عکس مامان جونه، نگاه کن. بیا ببینیم این بی بی توتی ها چی کار میکنن. بابا تماشا کن خوشگله. پشت تعرف کن جلو یه بخور. همه این آتیش ها از گروه اون خواهر بد جنسش بلند میشه. بیا مادر، میخواستی بیرون فوفوت کنی که خاکستر همه جا رو بر نکرده. خوشگله بخور. از اولم چش نداشت زندگی شما رو ببینه. یادت رفته روز عقد کنون چه علم شنگی رو انداخت؟ داشت خودشو قلیه و قرمه میکرد که چرا نذاشتن خانم رو سر عروس خانم قند بسابه. حالا اگر میسابید آسمون به زمین میومد؟ اونایی که خوشبختن میسابن این عذاب در میاد. وای به اون دختره بدجنس و عقده ای که چما میتوری حرف میزنین که انگار بنده خدا پیر هاف هافوه. مادر زن از سی که پاشون ورگذاشت دیگه پیره. چه بهتر که نذاشتیم به سابه، وگرنه همون پای سفره همه چی به هم میخوره. این حرفای صد دقیقه است، همش خرافته. بشه حرفای مفت، مواظب باش. آقا داداشو میگه حرفای مفت. ده همین شما جوون جاهلا هستین که به این چیزا عقیده ندارین، مدامم پاشو میخورین. بفرما چی بخورم؟ چشم. چشم چیه؟ طلاق دادن زنتو میگم. از کجا خوردی؟ ده از همین بیعقیدگیات دیگه. بازم بگو حرفه. علت اصلی چیز دیگه است که فقط خودم میدونم. علت اصلی رو همه ی عالم میدونن. آقا داداش انگار هنر کرده که علت اصلی رو کشف کرده. بی خود همچی نکن. حرف حق که اینجور کردن نداره. بالا بری پایین بیایی، مقصر اصلی خودتی مادر. گربه رو اگه همون روز اول دم هجل کشته بودی، حالا هم زنت ازت حساب می برد، هم فامیل زنت تو زندگی دخالت نمی کردن، هم روزگارت به اینجاها کشیده نمی شد. این کوفتی هم کوک نشد که نشد. بگیر از خیرش گذشتم. یعنی ببرم آکیششو عوض کنم؟ اصلا نخواستم. نه تنباکوش خوبه نه زغالش، منم که دیگه نفس قلیون کشتن ندارم. آب کجا؟ آب بخورم. صد دفعه گفتم طوری نگاش کن که از ترس مثل بیت بلرزی. نگاه کردن نداری؟ اگه همون بار اول که میخواست قهر کنه بره خونه باباش، هم چیپ میزدی که یکی از تو بخوره یکی از دیوار، دیگه هیچ وقت به صرافت نمیافتاد که. شما هم هرکی هرچیش میشه همین یه نسخه رو براش تجویز میکنی. تنها نسخه یه که هر دردی رو علاج میکنه. کجا دارم واسه چایی میریزم؟ گهر نمیرم، میرم سیگار بردارم. خدا بیا برزه باباتو، نور به قبرش بباره. لنگه باباتو دیگه مگه تو خواب دید؟ روز اولی که نهار رو سوزوندم همچین قابلمه رو کوبون تو فرق سرم که زمین و زمون دور سرم چرخید.
دیگه همون شد. تا زنده بود اگه خودم میسوختم نمیذاشتم غذا بسوزه. حالا میذاری منم دو کلمه حرف بزنم یا باز تا دهن وا میکنم میخوای از قابلمه و کتک زدن بابا برامون بگی؟ وا تو که به جای حرف زدن ای فرد فرد سیگار میکشی؟ ببین اتاق و دود برداشت. خوب شد به شرطی که تو هم دیگه حرف نزنی. مادر پنبه اینجور حرفا رو از گوشت در بیار. من یکی دیگه غلط میکنم دست به روی زن بلند کنم، حالا چه داشته باشمش چه نداشته باشم. بگو کلات فش نداره. من اصلا کلا ندارم. دیگه بدتر. بد یا خوب، اگرم شنفتی که یکی دو بار دست روی فریده بلند کردم فقط به خاطر این بوده که شماها پارم میکردین. وا دیگه چی؟ از خودت حرف در میاری؟ خب حرفایی که شماها میزدین روم اثر میذاشت، اما دیدین از کتکم دردی دوا نشد که هیچ، بلکه بدترم شد. اون حرمتیم که بینمون بود به کلاب بین رفت. لابد جوری زدی که دردش نیومده، وگرنه باید همچی میزدی که دو دور دور خودش بچرخه و گروم بی بخوره زمین. بابا درد من سر قایم زدن و گروم زمین خوردن نیست که، درد من سر اینه که زنم به خاطر مال دنیا من و بچه‌امو ول کرده و رفته. کدوم مال آقا داداش؟ خب اگه چیزی هست چرا صاف و پوست کنده نمیگی؟ چرا حرفای میندازی تو دست انداز؟ راستش اینه که من 4 ماه بیکارم. وا بیرونت کردن؟ نه شرکت منحل شد. به همین سادگی؟ من تنها که نبودم، اون همه آدم بیکار شد یکشم من. اینم ماتم داره، اونی ماتم میگیره که یا اینجوری باشه یا سواد نداشته باشه. ماشالله تو هم سالمی هم قبراق هم دیپلم داری. این همه شرکت تو این شهر ریخته که کار من میخواد، چرا دنبال کار نرفتی مادر؟ رفتم، هر جا رو که بگی سر زدم. صفحه نیازمندی های روزنامه ها رو از حفظ داشتم، به هر اداره و شرکتی که بگی رو انداختم، اما همه یا راننده و نظافتچی میخواستن یا سرایدار. دیگه چی؟ پس چی؟ خیال میکردی رئیسم میکردن؟ تا همه پولی هم که از فروش ساعت و حلقه نامزدیم باقی مونده بود تا کشیدم. خب چرا یه تو که پا نیمدی پیش من گردن شکسته تا بلکی؟ آدم وقتی بیکار و بیپول و گرفتار میشه دیگه مخش پاک از کار میافته. خدایش تنابنده ای رو بیکار و محتاج نکنه. فکرشو بکن، از صبح کله سحر تا مخ شب همه جا رو دنبال کار سگدو می زدم. تازه وقتی خسته و مرده نشم به خونه می رسید اول سینجیم. سلام. سلام. چی شد؟ بذار پام به خونه برسه. لابد بازم نشد ها؟ بذار لباسم عوض کنم، یه مش آب به صورتم بزنم، یه چایی کوف کنم، اون وقت به سلابم بکش. نگفته از قیافه شلوولت پیداست، این برج که تموم بشه میشه 3 ماه. به خدا دیگه نمیدونم چه بهانه‌ای بتراشم. کرایه خونه سرشو بخوره، پول آب و برق و چه خاکی به سرم بکنم. به خونه مادرت هیزم این اجاق کوفتی رو چیکار کنم؟ گور پدرشونم کرده. آره آره. ندارم. صبر کنن، ندارم. ده توپت واسه من پره؟ راست میگی، برو به خودشون بگو. نمیتونم برم حمالی که، کار نیست. میفهمی یا نه؟ کار هست، مگه همه مردم چی کار میکنن؟ بگو غیرت کار کردن رو ندارم. من به جز حسابداری کار دیگه بلد نیستم، هیچ کاری. حالا که اینطوره میگم اقلا بریم طبقه بالای خونه مادرم اینا بشینیم که اینجوری از شر کرایه دادن راحت بشیم. اینجا ما یه دفعه جون به صابخونه میدم، من اونجا دم به ساعت باید جون بدم. میگی پس من چی کار کنم؟ بچه هم از گشنگی بمیرن که سرکار دوست داریم پشت میز نشین باشین؟ اگه خیلی به فکر بچه هاتی، پس چرا وقتی بهت گفتم جنوب برم کار پیدا شده با حقوق خوب موافقت نکردی بریم جنوب؟ واسه این که تو همه قصدت اینه که منو از خانواده‌ام جدا کنی. میدونم چه نقشه‌ای واسم کشیدی، اما بهت بگم من از اینجا و ور دل بابا ننم جم نمیخورم که نمیخورم. خودت هر جا میخوای برو. نمیخوای؟ طلاقم بده خلاص.
باش دهن سوزی هستی؟ هرچی هستم مثل تو بیکار و ولنگار نیستم که فکر هیچی نباشم. چقدر زخمه زخمه میزنی؟ پدرم لعنت کرد طلاق ندم. بر پدرش لعنت که طلاق ندی. اگه ندادم توف بنداز تو رو. دقیقا تو این پروفتیبی نمیمونم که تو طلاقم بدی یا ندی. دست بچه هامو میگیرم و از اینجا میرم. پاشو. مگه بمیری بچه ها رو بدم به تو؟ خیلی خوب، بچه ها مرزومی خودت. نیگرشون تا مثل خودت بیار و تنه لش بارشون. کم شو، اگه پاتو بذاری تو این خونه قلمای پاتو خورد میکنم، سرتو میبرم. خواب ببینی. منم میام. چیزی نیست بسرم، مادر دیگه مرد. بیا. اگه یه کار درست از اون اول عمرت کرده باشی، همینه که طلاقش دادی. ننه اینجور نگام نکن، زنه که مرد و ضبط و ربط میکنه. موقع نداریه که زن جوهرشو نشون میده، وگرنه موقع خوشخوشان حلالی از مادر عزیزتره. اگه از من میپرسی، زنت هم اخلاقش به مادرش رفته. چنون موقع خواستگاری از خواستگارای دکتر و مهندس دخترش حرف میزد، انگار همه پشت در قطار شدن که اگه درو وا کنی همه میریزن رو هم. آره والا. تو هم خوب حقشو گذاشتی کف دستشو سنگ رو یخش کردی. آخه اگه نمیگفتم میمردم. همون حرفای پرت و پلا بود که عاقبت زنتو هوایی کرد و زنجیر پاره کرد. به هر حال تقصیر هر کی بود، فعلا جهنمی برام درست کردن که فقط من و بچه هم داریم توش میسوزیم. ننه بی خود خودتو نخور، پاشو برو دخترتم برد و بیار اینجا، مثل تخم چشام ازش نگهداری میکنم. قول میدم بهشون بد نگذری، تو هم با خیال راحت میتونی بگردی و کار پیدا کن. مامان جون کتیم گریه میکنه، میذاری غذا بپزه یا نه؟ اوه، از اون روزی که یه ساعت من توی خونه نباشم. اوه، سوزوندیش. خوابت برده؟ چرا با روغن مایه سرخش نمی کنی که اینجوری کره نازنین رو حروم حرش نکنی؟ من همینجوری بلدم سرخش کنم، تو اگه بهتر بلدی بفرما سرخش کن. تو چرا امروز اینجوری شدی؟ من چیزی نیست، تو بی خودی پیله میکنی. من نه پیله میکنم نه آشپزی بلدم، از کله سحر میرم اداره جون میکنم که بتونم این خونه رو بگردونم تا کلفتی نکنم. من فریده، مادر کجایی؟ نهار از دهن میفته با لابد خانم قهر کرده. قهر واسه چی؟ دلش واسه بچه‌هاش تنگ شده. باز که یادت رفت؟ صد دفعه گفتم تو کار بزرگتران نباید دخالت بکنی. به جای این حرفا سرتو بنداز پایین، نهارتو بخور. شاید حق با فرهاد باشه، حتما دلش واسه بچه‌هاش تنگ شده. یادتون رفته وقتی پاشو گذاشته اینجا گفتی که نمیخوام ریختشون رو ببینم؟ بله، آدم وقتی رو دنده لج بیفته هزار جور حرف میزنه، اما کدوم مادری که از دوری بچه هاش خوشحال باشه؟ ها؟ شما هم انقدر با این دلسوزی های بی جا و بی خودتون شیرش کنین تا بالاخره برگرده تو اون خونه خراب شده زیر دست اون شوهر بی ارزش. اولا به این شوری هم که میگه نیست، ثانیا گیرم که باشه، مگه هر زن و شوهری تا با هم اختلاف پیدا کردن باید از هم طلاق بگیرن؟ نهار تو بخور، خدا نکنه که چونه تو هم گرم بشه. آخری نمیشه که ما غذا بخوریم اون گشنه بمونه. خسته است، گشنش شد میاد میخوره. میگم خوبه فرهاد بره صداش کنه. بی خود انقدر موضوع رو کش نده، نهار تو بخور. آخه موضوع هم همچی که میگین کوچیک نیست، ما هم اگه کشش ندیم خودش کش میاد. ماشالله. آخه پای دوتا بچه در میونه، نه خودتون پا جلو میذاری نه اجازه میدین یکی دیگه کاری بکنه. پس فردا که چش هم گذاشتی پسره میره زن میگیره. اون وقت هیچ فکر کردین دوتا بچه زیر دست زن بابا
چی بار میان و چی میشن؟ ها؟ دخترم فریده، چرا نمیای نهار تو بخوری؟ دخترم کجا؟ میرم آبجی رو صدا کنم. لازم نکرده. چرا مثل بابات خودتو نخود هر آش میکنی؟ بگی به تمرگ. مگه زوره؟ نمیخوام نهار بخورم. به درک. چرا به جون هم افتادی؟ کجا؟ چرا نهار نخورده رفتی؟ از بس به پر و پاش میپیچی. لاغان این یکیو بزنی سرش با آخور خودش بند باشه. چرا اینجوری به من نگاه میکنین؟ صبح تا شب جون میکنم، کار میکنم، میارم تو این خونه، دست آخرم بدهکارم. نمیدونم چرا همتون تو این خونه با من چپ افتادین. من که حرفی نزدم. پسره دیگه داره مرد میشه بابا جان. خوب نیست هی بهش بگین این کارو بکن اون کارو نکن. شما نمیخواد به ما درس بدین. خودمون بلدیم شطور رو کجا بخوابونیم. لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. اینم شد نهار، اینم شد زندگی. دیگه اینقدر بی انصاف نباشین. شوهرتون از روز اول که اینجور نبود. بود؟ ها؟ خداییشو بخواین نه. اما اینم بهتون بگم، اگه از روز اول خودشو همین جوری نشون داده بود هیچ وقت زنش نمیشدم. این شد یه چیزی. ها بگیم ببینم، هیچ تا حالا فکر کردین شوهرتون که اینقدر به قول خودتون خوشخلق و به جوش بود چطور شد یهو اینجور بد اخلاق و بد دهن از آب در اومد؟ والا فکر میکنم از وقتی که بیکار شد. یعنی فقط به خاطر بیکاری؟ چی بگم؟ راستش نه. خب پس چی؟ مثلا گاهی وقتا که میرفت خونه مادرش اینا، وقتی که برمیگشت اصلا به کلی آدم دیگه ای میشد. معلوم بود خواهر مادرش حسابی پرش میکردن، بی خود و بی جهت بهانه میگرفت، یه جوری که بعضی وقتا از خدا میخواستم. خود شما چی؟ وقتی میومدین اینجا پرتون نمیکردن؟ آدم دیگه ای نمیشدین؟ وقتی میرفتین خونه بی دلیل به پر و پای شوهرتون نمیپیچیدین؟ بهتر آدم یه سوزن به خودش بزنه، یه جوال دوز به مردم. خب تقصیر اون بود دیگه. اگه ناراحتم نمیکرد که پا نمیشدم بیام اینجا سفره دلمو وا کنم. شد یه دفعه که از شوهرتون گله میکردین یا بد میگفتین حقو به شما ندن و با توپ و تشر روونه خونتون کنن؟ همیشه هر چی میگفتم ازم پشتیبانی میکردن، ازم میخواستن سر خونه زندگیم بر نگرد. میبخشین و اگه عقل تو سر شما بود وقتی میدیدین اینجور خواهرتون و مادرتون تو زندگی شما دخالت میکنن و میخوان شوهر شما رو مطابق میل خودشون بار بیارن، شما نباید گزک به دستشون میدادین و دم به ساعت تیشه به دستشون میدادین که بیفتن به جون زندگیتون که اینجور داغونش کنن. اگه من به جای شما بودم جوری مطابق سلیقه شوهرم رفتار میکردم که هم از خجالت آبش کنم هم پای دیگرون رو از خونم ببرم. عزیز کجایی؟ عزیز چه
چته حیات رو سرت گذاشتی؟ میگم نونو کجا بذارم؟ اینم پرسیدن داره نره خون؟ نمیدونی سفره تو این خونه کجاست؟ آخه اگه بذارم تو سفره که میگی داغ داغ گذاشتی خمیر شد، اگه پهن کنم که باد بخوره میگی خوش شد نمیشه خوردش. آدم تو این خونه که اختیار از خودش نداره. باز سر آبجی فهیمه رو دور دیدی و زبون در آوردی؟ تا خوش نشده برو بذار تو سفره. برو نمیذار آدم به کارش برسه. به قول مادرم آدم کلفتی کنه اما با یه همچی مردی زندگی نکنه. خود شما چی؟ من؟ آخه هرچی شما تا حالا گفتین یا از قول خواهرتون بوده یا مادرتون. من میخوام بدونم خود شما هیچ عقیده‌ای درباره شوهرتون ندارین؟ ماشاءالله صاحب دوتا بچه هستین. این خیلی بده آدم اختیارشو دست این و اون بده و خودش هیچ کاره باشه. اگه از شوهرتون دل خورین چرا به خودش نمیگین؟ اگه شوهرتونم عیب و علتی از شما میبینه باید با شما در میون بذاره نه با خواهر مادرش. اگه شما به حرفای من گوش کنین هیچ وقت اختلافاتتون جایی درس نمی کنه. کسی هم جرأت اینو پیدا نمی کنه تو زندگی شما دخالت بی خود کنه. عزیز داری چی کار میکنی؟ مگه نمیبینی؟ دارم جارو میکنم. عزیز کسی اون توه؟ فضولی؟ برو به درس مشقت برس. اومدم دنبال آقا جون. رفته چندر خواست حقوق بازنشستگیشو بگیره. حتما باید اینجا وایسی که غرق گرد و خاک بشی. دی برو کنار از دم جارو. یار عزیزه داره جارو میکنه. ها گوش میده. لالمونی گرفتن همون جور که گفتم با اخلاق خوش و نیم من شدن. نباید میذاشتین آب تو دلش دکون بخوره. شما برگردین سر خونه زندگیتون. این خط اینم نشون. اگه شوهرتون دوباره شروع کرد هر چی دلتون میخواد. عزیز عزیز جون خواهی بسرم. عزیز این چه کاریه؟ ای با خاک عالم چرا پشت در رو چفت نکرده بودی؟ عزیز عزیز نداره. آخه هی میگه اگه برگردی سر خونه زندگیت. من اگه دستام زیر ساتور بریم بحال بذارم فریده برگرده تو اون خونه. چی خیال کردین؟ 6 سال آزگار خونه دخترم رو تو شیشه کرده و بستدش به باد هوا. وقتی میخواست بره خونه شوهرش ماشالله عینه او کشتی بود. دلم میخواست وقتی برگشت اینجا میدیدیش. نه یه قلیون. به هر حال این آدمی که شما اینقدر ازش بد میگین پدر دوتا بچه است. این بچه هم نوه های شمان. اینو که دیگه نمیتونین منکر بشین. میتونین؟ باباشون چه گلی به سرم زد که بچه ها بزنن؟ اه عزیز عزیز نداره. من اون پسره نمک نشناس از کف دستان بهتر میشناسم. اگه یه دفعه شیطون پس گردنت بزنه و پاتو تو خونه اون پسره بذاری ببین که یه دارم بهت میگم. این دفعه دیگه جنازتو واسم پس میفرسته. دیگه خود دانی. فهم خوب چیزیه. منوچهر خان که شمر نیست. میگه نیست. تا اون مادر پیرو خواهر نیم وجبیش معلمش هستن یه پله هم از شمر بدتره. زندگی هر کسی به خودش مربوطه. هیچ کس حق نداره به هیچ عنوانی تو زندگی دیگرون دخالت کنه. میخواد مادرش باشه یا خواهرش. آه قربون دهنت. همه ی حرف منم همینه. تا اون دوتا قرقرو هستن زندگی اینا هیچ جوری پابگیر نیست که نیست. کاش که فقط اون دوتا بودن. کار از جاهای دیگه هم خرابه. خب با اجازتون من دیگه میرم. به این زودی کجا؟
میموندین؟ بالاخره یه لقمه نهار پیدا میشه که با هم بخوریم. خیلی ممنون، اونجا هم خونه خودتونه. والا کار و زندگیمو ول کردم اومدم اینجا، بلکه بتونم بانی خیر بشم. کار خیر همونی بود که انجام شد، طلاق. خب دیگه خداحافظ شما. ببخشید زحمت دادم. لطف شما زید. خیلی خوش آمدید. خداحافظ شما. هیری اومده واسه من کار خیر انجام بده. نارنگی کیلو نگاه، چرت و تخمه هم نشکست. چیه؟ نارنگی راحت پوست کنده میشه. هلو برو تو گلو. حالا هر وقت تصمیم گرفتین که خودتون همه کاره خونه زندگیتون باشین، در خونه من براتون بازه. قدمتون به روی چشما باشه؟ باشه دخترم. ممنونم. خدا نگهدارت دخترم. خداحافظ. خداحافظ شما. خیلی لطف کردین بچه خانم تشریف آوردین. اختیار داری، وظیفه‌ام بود. صدر رحمت به غریبه ها. اگه از روز اول این حرف رو میزدین یه چیزی، اما حالا به هیچ قیمتی زیر بارش نمیرم. چرا؟ واسه که بهم ثابت شده اون زن بی مسئولیت و بی عاطفه است. تو این مدت حتی یه تو که پام نیومده بچه‌هاشو ببینه. ابدا، هرگز. شاید گرفتاری داشته یا شاید اصلا روش نشده. اجازه صادر نشده. از کجا؟ از طرف مادرش و خواهرش. نمی‌کنم. همینی که میگم، زن من در بس در اختیار خواهر مادرشه. به قدر یه سر سوزن هم از خودش استقلال نداره. زنی هم که قوه تصمیم گیری نداشته باشه، همون بهتر لای دست دستور دهنده‌اش بمونه. همون بهتر. اگه اینجوره که میگی والا کاملا هم به جانب تو. خوشحالم بالاخره که پیدا شده درد منو بدبختو فهمید. دردی که مثل خوره داره منو میخوره. حالا چرا داری اعصابتو داغ میکنی پدرم؟ یه کمی خونسرد باش، پدر دوتا بچه هستی تو. میدونی من همه چیزم مال اوناست. اگر شده بمیرم نمیذارم بهشون بد بگذره. به شرطی که با زنت زیر یه سقف زندگی کنی، بچه‌هاتون هم زیر سایه جفتتون باشن. تا الان که بی مادر بودن مگه بهشون بد گذشته؟ از این به بعدش هم خدا کریم محاله بذارم به فکر مادرشون بیارم. خودت چی ها؟ خودم. منظورم اینه که میخوای همینجور یکه و یالغوز بمونی. من خودم عهد کردم تا بزرگشون نکردم اصلا به فکر خودم نباشم. نه دیگه نشد پدرم، دیگه داری لجبازی میکنی. لج به خودت، لج به بچه هات و از همه بالاتر به زنت. اونم به خاطر چی؟ هیچ و پوچ. با کل شقی و یدندگی که نمیشه آدم حرفشو به کرسی بشونه. تازه اونم به چه قیمتی؟ همش که نمیشه من بود، یه دفعه نیم من. شرط میبندم هیچ زنی جای زن اول آدمو نمیگیره. بالاتر از اون هیچ نامادری نمیتونه جای مادر رو بگیره. میتونه؟ Oh, my God.
آب ترسوندیم بابا. گفتم بدون چی شده؟ آخه چرا؟ چرا بهم نگفتی؟ چرا بهم نگفتی که میری دیدن اونا؟ چرا آخه؟ چرا بهم نگفتی؟ آب جی فهیمه بهم گفت اگه بهت بگم پوست سرمو قلفتی میکنه. فهیمه؟ پس فهیمه خانم میدونسته که تو میری پیش بچه ها. یه دفعه که کتی ناخوش بود از دهنم پرید. اونم همچی کتی ناخوش بود؟ کی؟ چیش بود؟ انقدر حالش بد بود که تا صبح بهش سرم وز کرده بودم. کاش بمیرم الهی. حتما همون شبی که خواب بد دیدم. پس چرا تا حالا بهم هیچی نگفتی؟ گفتم که آب جی فهیمه گفت اگه به تو یا عزیز بگم سرمو پخ. ای فهیمه خانم، من چقدر خرب بودم که تا حالا خیال میکردم. حالا چرا گریه میکنی؟ بازم اینم میبینمشون. کی میری دیدن بچه ها؟ قربون اون قد و قوارت برم مادر. ماشالله قربون شکلت برم. بذار بذارم سری سر ما نخوری.
خانم تشریف آوردن. چه عجب، زنم اینقدر دلگنده. گفتم که بی خود دلتون شور میزد، بچه که نیست. آقا جونو باش، گور مرگش میخواستی این وقت شبم خونه نیاد؟ والا من یکی موندم این دفعه دیگه جواب در و همسایه رو چی بدم؟ آخه یه زن بیوه خوب نیست دم به ساعت چادر به... چرا حرفتو خوردی؟ واسه یه زن بیوه خوب نیست که چی؟ مگه من چی کار کردم که خلاف شرع و عرف باشه؟ آخه تو چی از جون من میخواد؟ دستت برسه؟ چرا دست از سر من ور نمیداری؟ تو امشب چته؟ تو چته؟ من فقط یه کلمه گفتم یه زن بیوه خوب نیست نصف شبی تو کوچه و خیابون پرسه بزنه. مگه هر کسی که بیوه شد حق نداره زندگی کنه؟ باید بمیره؟ ایوا شماها چتونه؟ مادر خواهرت که منظور بدی نداشت، بنده خدا فقط میخواست بگه اتفاقا داشت از اولش هم داشت، منتها من احمق کور بودم خیال میکردم خواهرمه داره واسم دلسوزی میکنه. معلومه که دلسوزی میکردم، پس چی خیال کردی؟ تو و دلسوزی؟ تو فقط میخواستی زندگی من از هم بپاشی و من از شوهر و بچه هم جدا کنی بیاری اینجا که کیابیاتو به رخم بکشی. میبینی؟ چشم دریده پر رو بشکن این دستا که نمک ندارن. خیال میکردم آدمی، فکر میکردم اگه بهت محبت کنم شعور داری میفهمی. فهمیدم، خوبم فهمیدم. دشمنیای زیر جلکی تو همچی فهمیدم که توف به روت بیاد، توف به روی خودت بیاد. مگه تو نبودی که تو گوشم واد واد میکردی، زیر پام نشستی تا شوهرم از چشمم انداختی، کاری کردی که بچه های نازنینم و ول کنم به امون خدا بیام. من پس کی منو به این روز انداخت؟ کی سیابختم کرد؟ شما هیچی بهش نمیگین عزیز. آقا جون من اینو به این روز انداختم؟ ای چشم دریده پر رو، پس کی کرد؟ تو نگفتی اگه طلاق بگیرم و بیام اینجا جام تو پر قوه؟ نگفتی خواستگارای سطح بالا واسم دم به ساعت رژه میرن؟ من هی میگه من، پس کی؟ دروغگو، اگه راست میگه تو چشمام نگاه کن بگو. پس چی که نگاه میکنم؟ خیال کردی میترسم؟ دست رو برو، آوردیم اینجا تو پر قو بخوابم یا کلفتی تو بکنم که سرکوفت بیوگیمو بهم بزنی و دائم عقدهاتو سرم خالی بکنی، حقوق اداره و خرجی دادن خونه رو به رخم بکشی. تو اینقدر حسود و بدی که حاضر شدی بچهای انقدیمو بی مادر کنی، خواهرتو به این روز بندازی و ککتم نره. تو خودتو بدبخت کردی. به کسی چه؟ تو یه لات آسمون جل یه لاقبال روی خوش نشونت داد هول ورت داشت، و الا من چرا بدبخت نشدم؟ برای اینکه به صد تا امثال اینا محل سگم نمیذارم. کوکه بذاری؟ وا اگه بلتون کنم به نظرم تو قیام قیامت میخوایی کشش بدی؟ مادر جون خدا رو خوش نمیاد دل خواهرتو اینجور بشکنی. من دل نداشتم؟ اگه تو روز خوش تو زندگی دیدی و تونستی. زبونتو گاز بگیر دیگه تو هم، هرچی چی نمیگم ملاحظتونو میکنم هیچ الزاق میکنم. اگه دروغ میگم؟ بذار یه دفعه که شده آینه رو جلو روتون بگیرم و حقیقتو نشونتون بدم. تو حالا منم قاطی کردی. آره شما از روی محبتای بیجا و بیحساب، اون از روی حسادت باعث به هم خوردن زندگی من شد. دست شما درد نکنه، مرحبا دخترم که چقدر خوب موز محبتای منو دادی. اینا محبت نبود عزیز، کاش به جای اون در باغ سبز نشون دادنا در خونه رو روم وا نمی‌کردین و منو روونه خونه خودم می‌کردین. بی‌عقل بودی. برو بابا. خیال می‌کردی آدمی و لیاقتت بیش از اون فقریه که زندگی می‌کردی. حالا می‌فهمم که لایق همون نون خشک و آبدوغ بودی. نون خشک خونه خودم شرف داره به غذای هفت‌فنگی که از دست آدمای مثل تو می‌خورم. تو چش نداری یکی بهتر از خودتو ببینی؟ مگه همین بلا رو سر دختر عمومون در نیاوردی؟ مگه من دیگه تو این خونه بمون نیستم؟ باشه یا من یا جای اون. اینجا خودت نیستی. کجا؟ کجا فریده؟ دخترم این وقت شبی کجا؟ بذار بره دختره نمک نشناس، اینقدر جوششو زدم واسش خونه دل خوردم، آخرشم بفرما. خانم میخوام جلوم آینه بگیره. بایدم بگیره، بدبخت شری بس نبود که حالا از خونم بیرونش میکنی؟ چی شد؟ یهو زبون در آوردی؟ توقع داری بازم دم نزنم؟ بذارم هر غلطی که دلتون خواست بکنی؟ حالا چرا داد میزنی؟ دستی دستی میخوای همسایه‌ها رو خبر کنی؟ بزا همه بفهمن که شما دوتا نه عقل دارین نه بوی از انسانیت بردین. یه عمر هر چی در آوردم به پاتون ریختم، همچی که از کار افتادم و نون خور این پدر سوخته چش دریده شدم، گذاشتینم بیخ دیوار رو خفم کردین. بد میکنم جون میکنم و بار میکنم میارم توی این خونه؟ مگه من خون کردم که باید نون شما رو بدم؟ ای ها نق بشه اون نونی که تو تو گلوی ما میکنی. بعد یه عمر آبروداری حالا باید لچک به سر شما دوتا پدر سوخته باشم و جیک نزنم. تو دیگه داری کجا میری؟
میرم به جهنم. آخی با تو دیگه این وقت شبی چرا جنی شدی؟ دارم ورزش میکنم، خستگیم دره. آقا جون کجا رفت؟ سر قبر من. انگار واگیر داشت، همه دیوونه شدن. تو هم وقت گیر آوردی؟ دهن به دهن این دختره گذاشتی؟ اون اول شروع کرد. خوابیدن، سرشونو گذاشتن رفتن. چه عجب. آخه امروز یه آتیش تو پارک سوزوندن که بیا و ببین، هر کی نگاهشون میکرد از خنده روده بر میشد. خواستی یکم اسفند دور سرشون بگردونی و بریزی تو آتیش. الان آقا داداشت اینجوری نگاه میکنه. نگفتم چه اینجوری نگاه کنه چه اونجوری، تا رسیدم خونه اسفند براشون دود کردم. خوب کاری کردی مادر. ماشالله هزار ماشالله بچه های تیز هوشین، خصوصا کیوان حرفایی میزنه که آدم مات میمونه. خیال میکنی به کی رفتن؟ ما که الحمدلله فامیلی کمپلت همگی خنگی. فا ما نداره یکی از یکی خنگته. بابای خدا بیامرز چی؟ متخصصه قبلمه. نخند دهنت همینجور کج میمونه. ماتم تو این مدت چرا فریده یه توک پام که شده برای دیدن بچه ها نیومده؟ فریده از اولش هم با بچه دار شدن زیاد میونه خوبی نداشت. تفریح و رفت آمد فامیلی بیشتر به مزاقش خوش میامد تا نق و نوق بچه داری. و اینجوری هم که میگین نیست مادر. پس چه جوری هست؟ بگو تا ما هم بدونیم. والا حالا که همه چی ها پف شده و رفته هوا دیگه، واسه چه چونه خودم رو خسته کنم بگم. اگه از روز اول چشم بازار رو با این زن گرفتنت کور نمی کردی، خودمون سر فرصت یه دختری رو که سر سفره بابا ننش بزرگ شده باشه واسط می گرفتیم که هم بساز باشه هم قابلم خورش ملس باشه. برو بابا تو هم همه چی رو به شوخی میگیری. مادر جون راست میگه، اگه عجله نمی کردی خیلی از دوستا و همکلاسیام حاضر بودن کنیزی تو بکنن. حالاشم دیر نشده، الانشم تو کلاسمون خیلی ها حاضرن که همکلاسی سرکار خانم خیلی لطف دارن، اما آقا داداش دیگه پشت دستشو داغ کرده. از هر چی که با ز شروع بشه رم میکنه، مثل زن، زنبور، زنبه، زالو. وا والا زنبه و زالو چیه؟ از خودت چیز اختراع میکنی؟ آخه یه جوری باید به شما حالی کنم که دیگه زن نمیگیرم. بایان قند شکستت. نگاه کن همه اتاقو غرق خاک قند کردی. چه جلدی هم بهش بر میخوره، ببین تا یه فرسخه خاک غم پخش شده. دیگه با هم چپ افتاد، دست به هرچی بزنم ازم ایراد میگیره. خوبه خوبه. چرا تا اسم زنبه میومیاد به دهن دره میفتی؟ جون مادر باید بخوابم، فردا صبح خیلی کار دارم. بله بفرمایید. سلام عزیزم. سلام، خسته نباشی. ممنون، شما هم خسته نباشی. با سر صدای کارخونه چطوری؟ گوشات هنوز کار نشده؟ کار باشه، گوش مسئله زیاد مهمی نیست. رسیحی امشب چه کاری؟ کار خوبی میکنی، سر برا بودن خودش یه نعمته. ببینم میتونی امشب و نری خونه. میخواستم ازت خواهش کنم که شامو بیای خونه ما. خبریه؟ امر خیره؟ خوبه باشین، چشم حتما خدمت میرسم. چشم
بفرمایید. متشکرم. سلام خانم. سلام منیجر. سلام. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. ایوا چرا تنها؟ پس بچه های گلتون چرا نیوردی؟ اونا انقدر روزا شیطونی و ورجه برجه میکنن که تا هوا تاریک بشه دیگه لالا بمیرم برای مادرشون. کاشکی اونم اینجا بود. خودش اینجور میخواست. برجهت قول میدم دفعه دیگه که خدمت رسیدم حتما با خودم بیارمشون. به خدا خوشحالم میکنین. ده بفرمایین. هر وقت چشمم بهشون میفته انگار نوه های خودم رو میبینم. لطف دارین. بفرمایین بفرمایین بشینین. تا یه چای بخورین من شما حاضر میکنم. مزاحم شدم. میبخشید. حقیقتش من میل نداشتم. خواهش میکنم. خدا کنه به حق پنجتن بقیه کارام همینجور خوب پیش بره. یه سفره نظری واسه آشتی کنون تو و شوهرت میندازم. میگم اگه یه وقت دلت شور بچه ها رو میزنه ها میتونم تا اینجا نشستی برم بیارمشون. گفتم که اونا عادت کردن سر شب بخوابن. خدا رو خوش نمید زابرشن. به هر حال ما گفتیم جدا جاشون خالیه. جای خانومت هم خالیه. جایشون که دیگه خیلی وقت خالی نیست. چطور مگه؟ کسی رو جانشینش کردی؟ نه بابا اگه خبری بود که شما زودتر از دیگران با خبر می شدید. ترسوندیم ها. گفتم نکنه خدا نکرده رفتی سر طفل معصومان نامادری آورده باشی. من؟ پشت دستم رو داغ کردم که دیگه از این غلط ها نکنم. جدی میگم فعلا خیالم از بابت بچه ها راحت راحت. انگار نه انگار اصلا مادری داشتن. به زودی یادشون میره. خیال میکنی؟ ببینم از این وضعی که برای خودت درست کردی راستی راستی راضی هستی؟ چرا راضی نباشم؟ خواهرم و مادرم به بچه ها میرسن. خودم هم که سر کارم. دیگه از زندگی چی میخوام؟ زندگی فقط تو و بچه هاتی؟ به خدا تازه دارم از این زندگی رو میچشم. والا فکر میکنم این طورام که میگه نیست. این میون یه چیزایی هست که داری از من پنهون میکنی. من؟ پس کی؟ یه مرد تمام روز کار میکنه و جون میکنه که بیاد خونه پیش زن و بچه هاش. یه بابا گفتن بچه ها. یه لبخند زن تمام خستگیشو که در میکنه هیچ بلکه عرش هم سر میکنه. منم به همین امید بود که عروسی کردم اما در عمل به جای عرش سرم خورد به فرش. تقصیر از خودت بوده نه از فرش. منو میبخشی که اینجور باهات حرف میزنم. مرد اگه نتونه سیاست درستی تو خونش پیاده کنه فرش که سره سرش به سنگم میخوره. با نبودن زنت فکر میکنم داری تنها به قاضی میری. شاید هم عیب از بخت بد من بوده که از میون اون همه زن عدلونی که از همه بدتره بیخیریشم بسته بشه که اینجوری از همه چیز بیزارم کنه. ببین برادر آدم از بد گفتن به جایی نمیرسه. حق و حقیقت خانومت از نظر من و زنم که همسایتون هستیم زن خوب و بسازی بود. تو اگه در طلاق دادن زنت عجله به خرج نمیدادی و با مشکلات زندگی عاقلانه روبرو میشدی زنت کودها که میامد هیچ کمکت هم میکرد. زن من؟ آرزو به دلمون تو این چند سالی که با هم بودیم به قدر چی بگم؟ به قدر یه تسنجاق کمکم میکرد یا به هم حق میداد. انگار سقشو از نه برداشته بودم. میبینی؟ آره همیشه با هر حرف و هر کاری که میخواستم بکنم مخالف بود. خب لابد دلیلی داشته. چه دلیلی؟ خانم خیال میکرد حرف درست و فقط خواهر مادرش میزنن و بس. خدا شاهد زبونم مو در آورد از بس بهش گفتم این دوتا وروجک دارن زندگی ما رو خراب میکنن. مگه گوش کرد؟ راست میرفت میگفت به قول خواهرم، چپ میومد میگفت به قول مادرم. از صد تا کلام 99 تا ذکر خواهر و مادرش بود. صدمش هم تقدیر من. یعنی که تو این مدت که من اگه بد شدم تو منو بد کردی. تو منو از بچه‌ام جدا کردی. تو منو پیش غریبه و خودی سکه یه پول کردی. حالا اینجا راحت نشستی و پشت سرم صفه میذاری. تو نمیدونی چه به روز منو بچه‌ها آوردی. من؟ پس کی منو از بچه‌ام جدا کرد؟
کی منو به این روز انداخت؟ این بود اون در باغ سبزی که نشونم داده بودی؟ باغ سبز؟ میدونستی که من یه لونم نداشتم، نمیدونستی؟ چرا؟ خوبم میدونستم. به خاطر همین نداریت بود که با خواهر مادرم در افتادم. تو در افتادی؟ در نیفتادم. نگفتن حقوقت کمه؟ نگفتن از خودت خونه نداری؟ نگفتن که فامیلت در شأن فامیل ما نیست؟ نگفتن که جوونی و سر به هوا نمیدونی زن گرفتن و زنداری چیه؟ کی با همه این حرفا در افتاد، تو یا من؟ خب میخواستی در نیفتی؟ آره، حالا این حرفا رو میگی. یادت رفته چه وعده ها بهم دادی؟ که اگه حتی شده بمیری برام خونه میخری و زیر پا ماشین میذاری؟ ها؟ اما من به خاطر هیچ کدوم از این وعده هات زنت نشدم، بلکه به این آرزو به خونت اومدم که زیر سایه تو بتونم بهتر از خونه پدرم زندگی کنم. میخواستم به همه نشون بدم که من و تو لیاقت اینو داریم که دست به دست هم بدیم و گلیممونو از آب بیرون بکشیم. اما تو به هیچ کدوم از حرفا و قولایی که داده بودی عمل نکردی. تونستم و عمل نکردم؟ اگه نکردی ایرادی نیست، اما تو میتونستی در تمام مدتی که زیر یه سقف زندگی میکردیم با من دوست و یک رنگ باشی. شاید به قول خودت خواستی گربه رو دم حجله بکشی و از همون روز اول خواستی ازم زهر چشم بگیری که گرفتی. پس خانم انتظار داشتن هر کاری که میکردن هیچ حرفی نزنم؟ حرف؟ خیلی خوب کتک زدمت. خوب شد؟ اگه مقصر بودم هیچ حرفی نبود، اما آقا فقط به خاطر اینکه یک کم غذا سوخته قابل من رو همچی کوبید تو سرم که زمین و زمون پیش چشام سیاه شد. اگه نمیزدم که هر روز خدا باید غذای سوخته میخوردم. مگه هر دختری که از روز اول میاد خونه شوهرش باید همه چی بلد باشه بپزه؟ من به عمرم فقط یه زن گرفته بودم، کف دستمو بو نکرده بودم که زنم فقط بلد غذای سوخته درست کنه. مگه روز اول بهت نگفتم که کار خونه بلد نیستم؟ مگه خودت بهم نگفتی که ایرادی نداره؟ ایرادی نداره، کم کم یاد میگیری. گفتی یا نگفتی؟ خب گفتم. پس واسه چیه همون هفته اول تا پیرنت زیر اوتو سوخت افتادی به جونم و سیاه و کبودم کردی؟ ده؟ پیرنم رو سوزوندی؟ انتظار داشتی بگم دستت درد نکنه خانم؟ از قصد سوزوندم یا بلد نبودم؟ مگه من علم غیب داشتم که سرکار خانم هیچ کاری ازش بر نمیاد؟ اگه علم غیب نداشتی زبون خشک میتونستی داشته باشی؟ اگه به جای زدن راه و چاه نشونم میدادی یا جوری رفتار میکردی که خجالت بکشم و خودم به فکر چاره بیفتم، هیچ وقت مجبور نمیشدم راه بیفتم برم خونه پدرم که اونام دونسته ندونسته راهی جلو پام بذارم که عاقبتم بشه این. خب این راهی بود که خودت انتخاب کردی؟ نه خیر، این راهی بود که تو جلوی پام گذاشتی. باز میگه من حولت میدادم که بری اونجا؟ آخه پس کی؟ تو اگه از روز اول شیر نمیشدی آخه مرضم چی بود که دم به ساعت برم اونجا؟ من به خاطر زندگی کردن و یه جو محبت خونه ای تو اومده بودم، نه کتک خوردن و زخم زبون شنیدم. با همه اینا باهات ساختم، احساس مسئولیت کردم. اما ببینم تو هم در مقابل من و بچه هم احساس مسئولیت کردی یا نه؟ تو اینقدر سنگدل و بیرحم بودی که وقتی ازت جدا شدم به ام اجازه ندادی دیدن بچه هم. کی؟ من؟ غلط کردم اگه همچین حرفی زدم؟ تو نبودی که گفتی اگه طلاق بگیرم دیگه حق ندارم به دیدن بچه‌ام بیام؟ تو نبودی که گفتی اگه بیام سراغشون سرمو میبری؟ خب تو دعوا که حلوا خیر نمیکنن. آدم از لجش هزار جور حرف میزنه، اما از ته دلش که نیست. راستش بخوای میخواستم بترسونمت، میخواستم ته دلتو خالی کنم که وقت ازم طلاق نگیری. شما ازم گرفتی، پیش خودی و غریبه خار و خفیفم کردی، اون وقت تازه میگی که میخواستی منو طلاق ندی؟ میخواستی تای دلمو خالی کنی؟ وای خدای کاش میمردم. چه شد؟ فریده، دستم به دامنتو، یه کاری بکنی زنم از دست رفت. تو داره خدا یه لیوان آب بیار. دستود باش، یه کاری بکن زن، همینطور بانشو یه لیوان آب بیار. بانشو چه شد؟ فریده چه دست ما چه شدی؟ زن مردم قش کرد، بذار یه لیوان آب برش ببرم. بذار تنها بمونم. تو کی میخوای این چیزا رو بفهمی؟ اون قش نکرده که، داره شوهرشو محک میزنه که ببینه هنوز دوستش داری یا نه. خدا رو شکر که تونستیم یه کار خیر انجام بدیم، مگه نه؟ مادر.
لطف کردی آنسا. تبریک ارزای کنم. تبریک میگم، انشالله که خوشبخشی. قربونتون برم، خیلی ممنونم. بهتره شما با ماشین من برین خونه ی خانم والده. میدونم فرید خانم برای دیدن بچه ها چه حالی دارم. پس من میبینم اتون دیگه انشالله. خواسته ما رو نمیخواد بخوریم، ما یه جوری میریم. بفرمایید. به خدا من شرمندم از زحمتایی که شما کشیدید. داری این چه حرفیه دیگه، دوا ما رو فرهان اندازی. باش منو شما خدا به شما. خیلی ممنون. خیلی خیلی سلامت. خدا به سلامت. خدا به خیلی متشکرم. حقیقتش محبت‌های شما رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. اختیار دارین. این انتظار رو از خودی ها داشتم. کار خیرتون تا دم مرگ از یادم نمیره. اختیار داریم، وظیفه‌مون. خیلی ممنون. جلت میکشم و اگه اشکالی نداره خودت برو زودم برگرد. خانم بزرگ و منیرم نفهمن که من اینجا. ببینم تو هنوز از کارهای مادرم دلچرکینی؟ نه 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 به خدا. میدونی موضوع اینه که با وضعی که پیش اومده روم نمیشه که. اتفاقا باید تو زنگ در رو بزنی. واسه اینکه مادرم از دیدن تو بیشتر از دیدن من خوشحال میشه. راست میگی؟ دروغم چیه؟ تو این چند ماهه همش از تو دفاع میکرد، در عوض به من سرکوف میزد و تمام گناه رو انداخت گردن من. همین الانش هم به خاطر تو با من چپه. میگه که تا دست زنتو نگیری و نیاری سر خونه زندگیت باهات خوب بشو نیست. وای چقدر کج خیال و دیوونه بودم. خدا منو ببخشه، چه فکرایی؟ برای اینکه منو با مادرم آشتی بدی بهترین راهش اینه که زنگو بزنی و غافلگیرش کنی. اشکاتم پاک کن، خوب نیست اینجوری بچه ها ببیننت. خدا میدونه که از ذوقه، نمیدونی چه حالی دارم. میترسم وقتی میبینمشون یه پس بیفتم. وای سلام خانم بزرگ. سلام. اجازه بدین دستتونو. آخه واسه چی؟ قربونتون برم. من اینجا مادر. سلام. سلام. ما الان از محضر میایم. بالاخره آرزوت برآورده شد و زنم برگشت پیش بچه هاش. کار خوبی کردی ننه. حالا چرا نمیایین تو؟ بیا، میدونم که دلت واسه دیدن بچه هات پر میزنه. وای معلومه. به خدا خانم بزرگ دیگه داشتم دیوونه. حق داری شدی. وای وای کتی کتی قربونت برم الهی. الهی مادر فدات شه. چطور دیفونه نشدم؟ این همه وقت شما رو ندیدم. ای خدا، ای خدا، ای من رو نبخشه، اینقدر از